درود بر همه شما عزیزان، آذین ارباب هستم از واشنگتن دی سی و امروز با یکی دیگه از سری برنامه‌های دنیای فردای ما در خدمت شما عزیزان هستم. من هم لاله مهین‌پور هستم از تورنتو کانادا، خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم. چند وقت پیش بعد از اینکه جریان کووید شروع شد، ما یه خبرهایی توی رسانه‌های مختلف گروهی می‌شنیدیم که برخی از کشورهایی که مدیریت اونها رو خانم‌ها بر عهده داشتن، عملکرد بهتر و موفق‌تری در زمینه کنترل بحران کرونا تونستن در کشور خودشون انجام بدن. حالا هر کدوم از این رسانه‌ها به بررسی این مسئله پرداختن و دلایل مختلفی علاوه بر جنسیت اون مدیریت اون رهبر اون کشور مطمئناً دخالت داشته در این قضیه، ولی همین باعث شد که ما فکر بکنیم که بخوایم یک در این برنامه‌مون بررسی بکنیم به نقش زنان و خانم‌ها در پست‌های مدیریتی و اینکه ببینیم آیا در جوامع ما این نقش وجود داره و اگر وجود نداره دلایلش چیا هستن و چطوری میتونیم مشارکت خانم‌ها رو در این منصب‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی بیشتر بکنیم. و مهمتر از این که می‌خوایم بررسی بکنیم با دو تا مهمون خیلی خوب که چرا مهم هستش که خانم‌ها همپای آقایون بتونن در این پست‌های مدیریتی مشارکت داشته باشن در جوامعمون. دو تا مهمون خیلی عزیز داریم که خیلی خوشحال میشیم که بتونیم معرفیشون بکنیم و در خدمتشون باشیم این برنامه. مهمون عزیزمون جناب دکتر کیان منوچهری که از پرث استرالیا با ما هستن. ایشون متخصص طراحی نرم افزار هستن و تحصیلات خودشون رو در رشته الکترونیک و فیزیک آغاز و درجه دکترای خودشون رو در زمینه تئوری محاسبات کوانتوم در سال 2011 کسب کردن. کیان خان خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. مهمان خیلی عزیز دیگرمون هم خانم نیکا سعیدی هستن. نیکا جان از نیویورک امروز همراه ما هستش. نیکا کارشناس ارشد امور صلح در برنامه‌های سازمان ملل هستش و با بیش از 2 دهه تجربه در مراحل محلی، ملی و حتی بین‌المللی در رابطه با بررسی نقش زنان در امور مختلف امروز همراه ما هست. نیکا جان خیلی خوشحالم که دعوت ما رو قبول کردیم. همچنین مرسی. حالا ما تو این برنامه یه سنتی داریم که از میهمانانمون سوال کنیم که یه خاطره خوب برامون تعریف بکنن. دوستانم از کیا جان شروع بکنم. کیا جان خاطره خوبی داری از هفته پیش، 2 هفته پیش اگه دوست داری برای بینندگانمون بگی؟ دیشب با یکی از دوستانم رفته بودیم در جلسه فارغ التحصیلی یکی از بچه هایی که باشون آشنا هستیم. این دوستمون در محلمون دارن خیلی فعالیت میکنن برای هماهنگ کردن و کمک به همسایه ها و میخواستیم تشویقشون بکنیم، رفتیم اونجا و خلاصه شب خوبی بود. نیکو جان شما چطور؟ تو این دوره‌ای که خیلی به راحتی هممون میتونیم درگیر خیلی از مسائل منفی و بحران‌های مختلفی که دور برمون هستش قرار بگیریم، آیا فکر می‌کنی اتفاق جالب، خبر خوشی، خاطره خوبی تازگی یا برات اتفاق افتاده؟ بذاریم بگم که اتفاقی که در حال حاضر داره میفته شاید بهترین اتفاقیه که برای من افتاده. من سال هاست که فارسی حرف نزدم در مورد اموری که تخصص دارم، ولی خیلی جالبه این هفته در نیویورک و در کل دنیا ما داریم قطعنامه 1325 که قطعنامه‌ای که راجع به زنان، صلح و امنیته و شورای امنیت برای اولین بار پذیرفت که در مفهوم صلح و امنیت بیاد به مقام زنان و اون تأثیری که بحران‌های بین‌المللی، جنگ‌ها بر زنان داره اهمیت قائل بشه. حالا ما داریم 20 سالگی این قطعنامه رو در حقیقت براش جشن به پا کردیم در کل دنیا
و برای من خیلی مهمه که امروز داریم صحبت میکنیم راجع به نقش زنان در صلح در چنین زمانی که در حقیقت 20 سال از اون روز میگذره که زنان در جامعه مدنی تونستن این مسئله رو بیارن به شورای امنیت. خیلی هم زیبا. در واقع این کمک میکنه که ما الان سوالاتمون رو شروع بکنیم در مورد این بحثی که قرار بکنیم. من اولین سوال رو دوست دارم کیا جان از شما بپرسم که دور و برتون جایی که الان هستین، شما اونور دنیا هستین و ما این بربر خیلی میتونیم نگاه های مختلف داشته باشیم، شما فکر میکنین توی زندگی روزمرتون نقش زنان در جامعه دور و برتون چجوری هستش؟ سوال خیلی خوبی هست و جالبه که وقتی که با دوستان افراد مختلف سر کار صحبت میکنین، اولین جوابی که همه میدن اینه که بله ما اینجا مساوی هستیم، به خصوص در کشورهای غربی به این نظر میاد که تساوی هست. ولی وقتی که دقت میکنیم به آمار و وقتی که نگاه میکنیم یه مقداری با دقت بیشتر، میبینیم با توجه به اینکه همه دلشون میخواد تساوی باشه، اون تساوی به اون صورتی که واقعا میتونه انجام بشه نیست در حال حاضر. البته میگم خود من شخصا خیلی ها رو میشناسم، دوستان آشنایان، که واقعا میبینم این خانما با چه صلاحیتی و با چه قدرت و اشتراکی در همه کارها شونه به شونه مردان هستن. ولی خب وقتی که ما به تجربه جامعه فکر میکنیم، به طور کلی این مسئله هستش که در غرب هم حتی گریبانگیر اون هستن که چطوری این تساوی رو که میخوایم و در ذهنمون هست و در قلبمون هست عملا نشون بدیم. کیا جان میتونی یه مثال بزنی که این تساوی رو دیده نمیشه؟ 100%. یکی از چیزهایی رو که مثلا دو تا مثال براتون میذارم، یه مثالش اینه که وقتی که نگاه میکنن به طور کلی میبینیم که مثلا در مورد تحصیلات خانم ها شاید از حتی از زمانهایی که در مدرسه هستن، این دخترها خودشون رو پا به پای پسرها شاید نمیبینن و این آماری بود که حتی یک بار توی رادیو صحبتش میشد و اینکه مثلا طرز سیستم تعلیم و تربیت یه جوری هستش که یواش یواش شاید مثلا دخترها فکر میکنن در بعضی از رشته ها شاید اونا مثلا زیاد نباید برن. و یه مطلب دیگه هم که الان خیلی مطلب مهمی هست در حداقل در استرالیا، این تفاوت حقوقی هستش که خانم‌ها و آقایون دریافت میکنن با وجودی که کار مساوی انجام میدن. و میبینیم که به طور کلی از نظر دوباره آماری که حساب میکنیم، خانم‌ها با توجه به اینکه همون کار رو انجام میدن ولی درآمدشون شاید کمتر هست و این باز یه مسئله که دیده شده و در روی اون کار میشه ولی هنوز هم به اون کاملا تساوی که باید واقعا باشه نرسیدیم. درسته. نیکو جان با توجه به اینکه شما تخصص در این زمینه هستش و به نقش زنان در صلح میپردازی، آیا فکر میکنی که خانوم ها و زنان تونستن در این زمینه پست های مدیریتی یا یه سری مناصب تصمیم گیری رو در اختیار بگیرن و در این زمینه مشارکت داشته باشن؟ خب وقتی داریم فکر میکنیم نحوه اشتراک زنان در مسائل تصمیم گیری، باید نگاه بکنیم اگه مسئله حضور زنان در مجلسه و زنان فکر میکنم الان حدود 25% کل صندلی های مجلس رو در اختیار دارن. اگه نگاه میکنیم به این مسئله از این که چقدر زنان در مورد نحوه شکلی صلح در مرحله بین المللی و ملی شریک هستن، خیلی کمه. شاید میتونیم بشماریم با دستتون که چند تا خانوم میشینن در مورد صلح صحبت میکنن وقتی که میخوان مناقشات رو بررسی کنن. عموما مناقشات مسئله‌ای که به مردان مربوط میشه، به کسایی که در جنگ هستن مربوط میشه، به زنان سهمی ندارن. حتی وقتی زنان شرکت میکنن، الان در کشور افغانستان میبینیم که زنان هستن ولی به یک نوعی در حاشیه قرار دارن.
و اون میز رو، اون قسمتی رو که زنان صلح داره بررسی میشه، در اختیار مردان قرار داده شد. پس برای همین بستگی داره چه جنبه‌ای به اون نگاه میکنید، ولی در هر جنبه‌ای که نگاه کنید، بین المللی، ملی، محلی، اگه مسئله قدرت، اگه مسئله دسترسی به منابع، اگه هر چیزی که میتونه پول بشه یا رسم و رسوم بشه در اون دار راجبش صحبت میشه، زنان از اون محروم هستن. در کجا زنان شریک میشن؟ در جایی که کار زیاد باید بکنن و در جایی که باید حمایت زیاد بکنن. پس به یه نوعی ما برنده هستیم چون همیشه مطرح هستیم، ولی اگر نگاه کنید از مفهوم قدرت، بله، زنان از اون اسم و رسم محروم هستند. من در ادامه صحبت دوستم این سوالو از کیاجان بپرسم. میتونین یه ذره در مورد این که چرا حضور زنان مهمه هستن؟ حالا میدونیم که نیستن و شاید باید باشن، شاید هم نباید باشن. میخوام ببینم که فکر میکنید کدومشه؟ آیا خانم ها در کنار مردان در اون قسمت های تصمیم گیری باشن بهتره و چرا؟ حقیقتش اولین مسئلهی که به ذهنم میاد مسئله عدالت و انصافه. وقتی که ما فکرشون میکنیم انسان چی هست؟ از دیدگاه دیانت بهایی انسان یک موجود روحانیه و روح انسان نه زن نه مرد، و حالا ما در این برهه از زندگیمون یک بدنی داریم، بعضی خانومن، بعضی آقا، ولی در دیدگاه الهی هیچ تفاوتی با هم نداریم. و این که با وجودی که هیچ تفاوت روحانی نداریم و هیچ تفاوت عقلانی نداریم، بیایم 50% جمعیت دنیا رو پایین بکشیم، این اصلا عدالت نیست. به چه دلیل؟ برای چی؟ و چطور میتونیم از نظر یک جامعه بین‌المللی و حتی در هر مملکتی، در هر شهری، چطور میتونیم به بالاترین آرزوهای خودمون برسیم وقتی که از استعدادهای 50% از جمعیتمون به طور کافی استفاده نمی کنیم؟ اینه که اولین نکته، حالا نکته های بسیار زیادی هست، اولین نکته که به نظر میاد نکته عدالت و انصاف هست. اوکی جان، نکته جالبی رو مطرح کردی، ولی ما باید این رو در نظر داشته باشیم که فکر نمی‌کنم همه افراد قبول بکنن که خانوم ها تفاوت روحانی یا عقلانی با آقایون ندارن، و برای همین شاید در برخی از جوامع همین عدم باور این مسئله باعث بشه که خب خیلی اوضاعی که الان ما داریم مشاهده میکنیم وجود داشته باشه. نیکو جان، شما فکر میکنی برای چی در خیلی از جوامع، حالا چه پیشرفته چه جوامعی که یه ذره در حال توسعه هستن، این برابری برای خانم ها وجود نداره و شاید تصور بر اینه که توانایی این که بتونن این پست ها رو در اختیار بگیرن نیست درشون؟ خب خیلی مسئله پیچیده ایه. بستگی داره که، و در فرهنگ های مختلف این مفهوم برابری فرق میکنه، ولی همونجور که کیا جان فرمودن، در هر کجای دنیا که قرار گرفته باشی حقوق زنان به یک نوعی حقوق محرومه و سالها ما داریم. اگه حقوق اجتماعی و حق دسترسی به کار باشه، ما تا برسیم به تساوی 180 سال فاصله داریم. و حالا که کووید اتفاق افتاده، کرونا پیش اومده، خدا میدونه که این گپ چقدر زیادتر هم شده. ولی اگه بیاییم فکر بکنیم که چرا این تساوی رو باور نداریم، برای این همون برمیگرده به مسئله قدرت و اینکه انگیزه ما برسیدن به قدرت چیه. خیلی موقع ها خانم ها حتی دلشون نمیخواد که وارد حیطه قدرت بشن، و الان دارن یاد میگیرن و به یه نوعی ما در این مرحله یادگیری هستیم که یعنی چی که ما بیایم برابر بشیم. و بعضی موقع ماها که در حوزه صلح و زنان و امنیت کار میکنیم اصلا به یه نوعی مخالفت برابری هستیم. چرا؟ بذار براتون توضیح بدم. چون میگیم که ما اصلا باید مفهوم جنگ رو عوض بکنیم. چرا باید به اندازه مردان مسلح زنان مسلح داشته باشیم؟ ما دقیقا باید مسلح بودن رو کم بکنیم. پس یک نوعی باید در حقیقت
بیایم تمام بودی رو که داریم در نظر میگیریم و بچرخونیمش، تعویزش بکنیم، به جای اینکه بخوایم هی تساوی زنان رو به اون مرحله برسونیم. چرا اصلا باید مفهوم قدرت در این از این نظر دیده بشه که کسی که میشینه پشت میز اونه که نظرش مطرحه؟ دنیا داره به ما میگه، دنیا داره میگه اونایی که پشت میز میشینن مقام دارن از اتفاق قدرت ندارن، قدرت رو مردم دارن. قدرت کسایی دارن که جامعه های مدنی رو دارن در تمام سطوح مختلف رشد میدن. پس بررسی مفهوم قدرتی که ما باید انجام بدیم راجع به اینکه به جای اینکه فکر بکنیم آیا زن و مرد مساوی هستن یا نه، آیا در چه حیطه‌ای ما میخوایم تساوی رو ایجاد بکنیم. و این خیلی مسئله کامپلکس‌تریه و اون برمیگردونه ما رو به اینکه آیا فکر بکنیم چرا بعضی موقع فکر میکنیم اگه زنها در خونه بشینن یا مردها در خونه بشینن این کار خوبی نیست و بچه داری بکنن، در صورتی که ما باید به این رشدی برسیم که کسی که در خونه میشینه چه مرد باشه چه زن و به رشد بچه ها اهمیت میده. این خیلی مسئله مهمیه، اون رو ارجحیت بدیم. به اینکه خانوم ها کارهایی در جامعه رو پیش میبرن اون اهمیت بدیم و بیایم از لحاظ همکاری نگاه بکنیم به جای اینکه از لحاظ رقابت. و تا زمانی که از لحاظ رقابت نگاه میکنیم مفهومای تساوی برامون در حقیقت مفهوم نمیسازه. یا جا من خواستم ازتون سوال بکنم که چرا خانوم ها در یک دید دیگه از نظر اینکه پایین تر هستن از آقایون دیده شدن؟ آیا به خاطر اینکه اون قابلیت هاشون پرورش پیدا نکرد یا جواب دیگه ای هست براش؟ اینم به قول نیکا جان مسئله پیچیده ای هست که واقعا چرا ما به اینجایی که الان رسیدیم، چطوری به اینجا رسیدیم، چی شده؟ یه چیزی که شاید بد نباشه شروع بکنیم اینه که یک اثباتی که اینو چرا خانم ها واقعا تمام قابلیت های یک مرد رو دارن. و این هم یه اثبات خیلی ساده ایه. من مثلا شما الان به من بگین که سیب فقط به رنگ قرمز هست، من فقط یه سیب سبز به شما نشون بدم کافیه که اثبات بکنم که پس سیب سبزم وجود داره، سیب میتونه سبزم باشه. و این که ما بگیم خانم ها کلن فهمشون به آقایون نمیرسه، من یه خانم به شما نشون بدم که اون فهمش از یه آقا بالاتر باشه و همونقدر باشه، کافیه که اثبات بکنیم که پس خانم ها میتونن، قابلیتشو دارن. پس مثال هم در دنیا فت و فراوون هست، این که اصلا صحبتی درش نیست. حالا صحبت سر اینه که پس این قابلیت رو اگه داریم، همین سوالی که کردی لاله جان، چطوره که پس شاید نتیجه هایی که الان میگیریم به این صورت هست که خانما به اون سطح آقایون نرسیدن؟ و البته قضیه بر میگرده به همین تعلیم و تربیت. و شما نگاه بکنین در هر جای دنیا، چه زن چه مرد، بدون تعلیم و تربیت به هیچ جا نمیرسه، هیچ انسانی قراره به جایی نرسه. و اصلا ما فکرشو میکنیم یک آدمیزاد مثل یه معدن پر از جواهره، منتها اینا همه زیر خاکن. این تعلیم و تربیته که یواش یواش این خاکو بر میداره، این جواهرات رو ظاهر میکنه و بقیه میتونن از این استفاده بکنن. و حالا باید واقعا نگاه بکنیم که این سیستم آموزشی تعلیم و تربیتمون چطوری هست که با همینطوری که نیکا جون میگفتن هنوز هم تمام قابلیت های انسانی رو بروز نمیده. مثلا واقعا یه سیستمی هستش که خیلی رقابت رو بیشتر میکنه، عوض این که مثلا بیاد تأکید رو بذاره با همکاری. یا یه سیستمی هستش که خب البته یک توضیح هم که باید بدیم اینه که این پدیده‌ای که الان ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم و عدم تساوی، موضوعی نیستش که الان مطرح باشه، هزاران هزار سال ما گریبانگیر این بودیم.
و تمام سیستم ها، سیستم های آموزشی، سیستم های سیاست، سیستم های در هر زمینه که نگاه میکنیم، این مسئله عدم تساوت بوده. و حالا وقتی میگیم که چی کار باید بکنیم، اینه که واقعا قضیه پیچیده ای هست و اینه که همه کسانی مثل نیکا جون دارن راجع به این مسئله کلی دهه ها کار میکنن و تغییر این سیستم ها واقعا باید یه چیز بنیادی باشه و اولین و مهمترین نکته ای که هر سیستمی روش باید مبنای هر سیستمی باشه، این باور به این نکته باشه که انسان ها همه با هم تساوی دارن، چه زن چه مرد، هر رنگی، هر از هر قوم و قبیله ای، همه مساوی هستیم و همه میتونیم به اون قابلیت ها برسیم. این باور اگر وجود داشته باشه، اون سیستمی رو که ما برپا میکنیم به تساوی خواهد رسید. و این باور اگر در قلب سیستم نباشه، که الانم نیست در خیلی از سیستم های دنیا، اینه که آخر سر باز هم به اون تساوی نخواهیم رسید. پس آیا میشه که گفت تساوی فرصت ها مهمه؟ یعنی هر فرصتی که به زن داده میشه به مرد هم باید داده بشه و غیره. و اینکه وقتی میگیم تساوی فرصت ها، این نیست که بگیم که تساوی نتیجه، یعنی اون چیزی که اگه 50 نفر دکتر مرد بودن، 50 نفر هم دکتر زن باید باشن. ولی ما اینو داریم نمیگیم که حتما تو هر جا که میام کنیم 50-50 باشه. داریم میگیم که این تساوی فرصت ها رو بدیم، یعنی اگه مرد داره تحصیل میکنه، زن هم باید همون تحصیل رو داشته باشه، ولی دیگه تصمیم خودشونه که کدوم کار رو میخوان انتخاب بکنن. نیکا جان، شما فکر میکنی که میدونی، من الان دارم با خودم فکر میکنم که اگر ما میخوایم یه دنیای مساوی داشته باشیم، با توجه به صحبت هایی که الان ما کردیم، باید از بطن جامعه شروع بکنیم، تعلیم و تربیت بدیم افراد رو، و در نهایت شما ذکر کردید شاید 180 سال طول بکشه با توجه به تحقیقاتی که انجام شده تا ما بتونیم به اون، اگر من درست شنیده باشم، به اون تساوی، دنیای مساوی برای زنان و مردان برسیم. گاهی وقتا من با خودم فکر میکنم که وقتی ما میخوایم به یه دنیای مساوی برسیم، چطور هستش که افرادی که دارن تصمیمات اساسی رو برای این دنیا میگیرن، اگر اکثرا تشکیل شدن از مردان، شاید اینها هیچ شناختی با نیازها و خصوصیتها و اون چیزهایی که حداقل نصفی از این جامعه که خانوما هستن، هیچ شناختی با اون نیازها شاید نداشته باشن و هیچ تجربه شخصی نسبت به اون نداشته باشن. برای همین من فکر میکنم باید این اجازه رو به خانوما هم داده بشه و بتونن که این پست ها و منصب های تصمیم گیری و مدیریتی رو در اختیار بگیرن، تا شاید بتونن تا شاید در نهایت بتونیم به یک جامعه مساوی برسیم. نیکا جان، شما چی فکر میکنی در رابطه؟ فکر میکنی که لازمه ما همچین تساوی در تعداد هم داشته باشیم یا نه؟ ببینید، فکر میکنم خیلی خودتون قشنگ مطرح کردیم. مسئله تساوی دسترسی به فرصت هاست و از اون طرف هم بدونیم میخوام چه چیزی رو بگم براتون، اینه که بله، باید مساوی باشیم در همه شرایط اجتماعی و زندگی، باید دسترسی مساوی هم داشته باشیم، این حقه. همونجور که کیا جان فهمدن، ما 50% یا شاید 51% کل دنیا هستیم، پس چرا نداشته باشیم؟ ولی بیاییم نگاه بکنیم که مفهوم تصمیم گیری در هر لحظه زندگی ما اتفاق میفته و همه ما که امروز حتی اینجا نشستیم، به یه نوعی خودمون هم یکی از سیستم های عدم تساوی رو در درون خودمون در حقیقت اینترنالایز کردیم. نمیدونم به فارسی چی میشه اینترنالایز، یعنی در درون خودمون هضم کردیم. و این یعنی چی؟ همون لحظه که یکی داره ماشین پارک میکنه، برمیگرده میگه راننده‌اش زن بود یا نبود، میخواد دکتر انتخاب بکنه، میگه بریم پیش دکتر مردا. حالا دیگه مسئله نژادی و مسئله مذهبی و اینا رو نمیارن اینجا. در هر لحظه‌ای که انتخاب میکنی، آشپز زن بود یا مرد بود، در هر مرحله ما هم تصمیم گیر هستیم و اینها باعث میشه که خود زنها در یه موقعی هم خودشونو بیشتر محروم بکنن. محرومیت ساختاری هست
بعد خودمونم میایم فکر میکنیم که نه، برای چی من باید دستم به قدرت برسه؟ برای چی من باید بیام حرف بزنم؟ همین امروز، همین الان که ما داریم با هم حرف میزنیم، اگه یه شنونده‌ای فقط یاد گرفته باشه که حرف یک مرده و تون صدای یک مرده که مفهوم اتوریتی رو نشون میده، تون صدای یک زن براش این مفهوم رو ایجاد نمیکنه. ببینید چقدر مسائل عدم برابری جنسیتی پیچیده است. از تون صدا گرفت، از نحوه حرف زدن، از نحوه نگاه کردن، تا اینکه بیایم نگاه بکنیم کی است. و همین باعث میشه که خیلی خانوم ها وقتی میخوان برسن به مناصب بالاتر، سعی میکنن به یک نوع تقلید مردانیت زورگرا رو داشته باشن. پس چیزی رو که ما میخوایم ترویج بدیم، نه فقط برای خانوم ها، حتی برای مردها، که انسان بودن، شریف بودن، همکار بودن، محبت داشتن، دلرحم بودن، اینها نشانه ضعف نیست. پس نه فقط حقوق زنان و مردان رو ما داریم ترویج میدیم، در حقیقت داریم مفاهیم رو بازنگری میکنیم. و برای همینه که حضرت طاهره نه فقط نشان برای ما سمبل حقوق زنان بود، حقوق برابری حقوق زنان و مردان بود، در حقیقت بالاتر از اون کسی بود که این مفاهیم رو زیر سوال برد. و این مفاهیم رو زیر سوال بردن حتی از مفهوم تساوی حقوق زنان و مردان خیلی مهمتره. یه اتفاقاً صحبت جالبی رو شروع کردن که ویژگی های خاص زنان هست که باعث میشه که در کنار مرد میتونن همکاری داشته باشن و از مثلا جنگ ها جلوگیری بکنن. بلکه هیچ مادری نمیاد پسرش رو بفرسته جنگ. و اینکه خانم ها هرچی از نظر تحصیلی پیشرفت بکنن خودشون رو بیشتر میتونن نشون بدن و به درجه بالاتر برسن. حالا من میدونم زیاد وقت نداریم که جا، من میخواستم ازت سوال بکنم، چون ما تو شرق و اون برا میدونیم که خب خانم ها شاید جایگاهی که در کنار مردم باید داشته باشن ندارن، ولی در دنیای غرب هم حالا که همه دارن بیدار میشن و ما میشنویم که خانم ها حقوقشون رو میخوان، آیا فکر میکنین که با اعلان کردن که این که ما حقوق میخوایم کافیه، یا خانم ها باید با اون دانش و ظرفیت خودشون رو برسونن؟ این هم سوال خیلی خوبی و باز هم از اون سوالهای خیلی پیچیده هست. دلیلش هم اینه که ما داریم و این مسئله‌ایه که در موردش واقعا باید صحبت بکنیم، حتی وقتی که مسائل نه تنها تساوی جنسی و حتی تساوی، وقتی به فکر میکنیم که تساوی حقوق مثلا سیاه‌پوستان و سفیدپوستان، اینا چون مسائلی هستش که صدها هزاران سال درگیرش بودیم، راه حلش هم شاید به اون آسونی نباشه. و این سوالت خیلی سوال جالبیه که آیا خب اگر از نظر تساوی ما فکر بکنیم، میگیم خب اگر دو نفر داریم مثلا بررسی میکنیم که کاریو میخوان، خب چرا ندیم به اون کسی که واقعا تواناییشو بیش داره، حالا چه مرد چه زن. از یه جا هم باید فکر بکنیم که فرض کنیم بنده دستم شکست، اینو 6 ماه گچ گرفتم، حالا گچو باز میکنم، کلی باید برم من جیم تمرین کنم اینو به تقویت اون دستم برسونم. اینطوری نیستش که تا گچو وا کردم اینا با هم مساوی بشن. حالا اینم که ما از نظر ذهنی و از نظر فهمی بیایم بگیم خب پس زن و مرد مساوی هستن، بیان این باعث نمیشه که همون روز اینا با هم مساوی بشن. و حالا چه در جوامع چه سیستمایی باید گذاشتیم، چه روشهایی رو باید جلو بریم که این تساوی بهش برسیم، باز نکته‌ای که خیلی ها دارن بهش فکر میکنن. گاهی وقتا خوب باید امکاناتی بدیم به خانم‌ها، حتی اگر هم مثلا در ابتدای کار اون به قول معروف تواناییشو شاید کسب نکردن، با دادن امکانات باعث میشه که این توانایی ها کسب بشه در سطح جامعه. دقیقا نیکا جان، میتونی شما، میدونم آقای هم میگفت واقعا مشکلی که بخواییم در 2 دقیقه این مسئله رو حلش بکنیم، ولی فکر میکنی میتونی یه چند تا راهکار عملی به صورت کوتاه ارائه بکنی که حداقل ما توی ذهنمون اینا رو داشته باشیم که بتونیم یک کمکی بکنیم در راه این پیشرفت حداقل؟ بذار همین مسئله انتخاب رو نگاه کنیم. در مرحله انتخاب شغل میخوایم یک نفر استخدام بکنیم، چجوری استخدام بکنیم؟ ما حتی نگاهمون بر اساس توانایی چی هست متفاوت باید باشه.
شما اونجا همونجور که فرمودن باید بیاین به زنان ارجحیت بدین، شاید بهشون یاد بدیم کاری که در یو ان ما میکنیم، مثلا ما میایم یاد میدیم که چطور سی وی تون رو بنویسین، چون خیلی از حقوقا رو نداشتن. یا بسین اصلا خودم تجربه خودم بگم، در افغانستان وقتی من در افغانستان خواستم برای یه کاری استخدام بکنم و 100 نفر استخدام شدن و فقط 2 نفرشون خانم بودن، وقتی سوال کردم گفتم که چه خبره، مگه شما اینجا خانم ها نبودن که شما استخدام بکنیم؟ نگاه کنید در اون شغلی که به یه نوعی تبلیغ شده بود نوشته بود که افراد باید مستر داشته باشن. یعنی چی؟ خب در کشوری که زنها حتی حق تحصیل نداشتن، شما میایین میگین که باید اینا حتما مستر داشته باشن. این رو عوض کردیم. بعد مردها به همدیگه تلفن میزنن میگن این شغله، با همدیگه خودشون حرف میزنن، همو دعوت میکنن بیا دوستاشونو میارن. زنها خیلی شریک این مسائل نمیشن. پس به یه نوعی هم ما باید به خانم‌ها میگفتیم یه شغلی اینجا هستش که اگه تو بیای براش تقاضا بدی شاید بگیری. پس باید به یه نوعی این رو به گوش زنها میرسونی. پس رسوندیم. بعد اومدیم شرایط رو گفتم که شما مثلا در افغانستان اگر خانم ها میخوان سفر کنن باید محرم داشته باشن، باید یکی از فامیلاشون همراهشون باشه. بعد اومدیم حتی شرایطی برایشون ایجاد کردیم که اینا بتونن با کسی که فامیلشون سفر بکنن، اگه با بچه‌شون سفر بکنن، امنیت خونه‌شون رو تنظیم کنن. اینجوری فقط نیست که بگیم بله امنیت باشه، در این سیستمی که اصلا تصاویر رو نمیفهمه شما یک خانم رو بیای وارد بکنی. شاید در مثالی رو که زدم خیلی مسئله پیچیده ای در افغانستان، ولی اگه در هر جا که نگاه بکنی، اینکه آیا یک مکان کاری احساس امنیت میده و یا اینکه حتی چون خانم ها در مثلا در کشور ایران بچه‌ها رو کیا نگه می‌دارن؟ 99% خانم ها نگه می‌دارن، این واقعیته. و شما نیای امکانات اینکه جایی برای خانم و بچه‌ش رو نگه بذاره داشته باشه، چطور می‌خوای توقع داشته باشی که اون خانم بتونه به یک اندازه یک مرد بیا شریک کارها بشه؟ پس این ساختارها رو هم باید عوض کرد. خیلی ممنون نیکو جان از صحبتی که کردی. کیا جان واقعا خیلی اطلاعات مفیدی در اختیار ما و بینندگانمون گذاشتین. وقتمون خیلی کوتاه هست، میدونم این بحث خیلی بحث عمیقی هستش، ولی لطف کردید که همراه ما بودید و در اینجا باید ازتون خداحافظی بکنم. شب و روزتون خوش. مرسی، خیلی ممنون. خدا نگهدار.